یه همراه بفرمایید. سلام. سلام، بفرمایید خانم. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر. منم همینطور، بفرمایید. متشکرم. من از آمریکا تماس میگیرم و سوال در مورد معیارهای ازدواج داشتم ازتون. بفرمایید. من 35 سالم هست، حدود 6 ساله که آمریکا اومدم برای تحصیلات PhD و الان تو مقطع پست دکترا مشغول هستم. آقای دکتر، من بنا به تجاربی که یا اکسپوژرهایی که تو دوران بچگی داشتم، حالا بلخص از خانواده و اطرافیان، دو تا معیار برای در واقع داشتن شریک عاطفی واسه خودم در نظر گرفتم که الان احساس میکنم شاید خیلی واقع بینانه نباشه. خواستم با تو مشورت کنم ببینم که واقعا این دو تا معیار که برای من اینقدر بود هست، درست هست یا نه. خب من یه سوالی ازتون دارم قبلش عزیز. شما فرزند چندم هستید؟ من فرزند دوم هستم. یه برادر از خودم دارم که حدوداً 5 سال از من بزرگتره و یه خواهر کوچکتر دارم که 13 سال از من کوچکتره. اوکی. بنابراین هم وسط وسطی هستید تو ساندویچی، هم تنها بودید یا بالاخره مدت ها آخری بودید؟ میفرمودید. خب بله، من راست رو بخواهیم این بودو معیاری که برام خیلی بولد هست اینه که من دوست دارم با کسی آشنا بشم که اقتدار مردونه داشته باشه، یعنی جوری برش داشته باشه و تصمیم گیرنده باشه، کارا رو بتونه هندل بکنه و از طرف دیگه وفادارم باشه. یعنی دو خصلت رو نه آخه سب کنید، اینا چه اینا که مسائل اجتماعیه، مسائل فردی نیست. از اولا لغت اقتدار میدونید در حقیقت به معنی قدرت مشروع، legitimate power، و بنابراین همون بحثی است که در زبان انگلیسی به عنوان authority میشناسیمش. به علاوه مسئله اقتدار هیچ مشکلی رو، اصلا قدرت خودش فاسده و همه و همه ازش سوء استفاده میکنن و فاسدتر میشن و یه روزی سلامتی در محیط اجتماعی و انسان وجود داره که موضوع قدرت بره کنار، جاش مدیریت بشین. بنابراین اینکه شما این الگو رو برای خودتون درست کردید، علاوه شما اگر بهتون بگن تعریف کنید این آدم مقتدر رو، اقتدار رو یا قدرت رو یا هر چی که مایل هستید، غالبش به معنیه، چون اصلا تعریفی که ما داریم از قدرت مال تیلوره، هنوزم بهتره. قدرت و اقتداری که شما میگید پیش بردن هدف هاست با وجود مخالفت. یعنی یه آدمی، چون بهتر از این نداریم، مخالفت رو در هم میکوبه و پیش میره. حالا برخی از اوقات ممکنه اونو دور بزنه، برخی از اوقات نقب بزنه، برخی از اوقات ازش بالا بره، ولی اصولا نادیده گرفتن اونه. و من نمیدونم این چه فایده ای داره که مرد باشه، مگر اینکه شما برگردید به من بگید که من یه برداشت کودکانه دارم که مثلا پدر من آدم ضعیفی بوده، مادر من فرمان روایی میکرده، من از تصمیمات مادر ناراضی بودم، پدرم جرأت نوعی مخالفت رو یا مبارزه رو نداشته و من رو به اینجا رسونده که یک مرد قرار این ویژگی رو داشته باشه. فعلا امروز همطور که میدونید ما 15 تا اصل رو که در کار پرورش و تعلیم تربیت بودی که مال بزرگسالی است، اینا رو عوض کردیم. به جای اطاعت همکاری نشسته، به جای احترام حرمت. و بنابراین انسان سالم انسانی است که اصل نه تنها برابری و یکسانی رو میپذیره و در زندگی زناشویی به عنوان یه واحد که مثل دو تا چشم، مثل دو تا دست و پا هستن، به همسرش نگاه میکنه و عمل میکنه. و این موضوع چند تا اصل داره، یعنی در یه خانواده عشق میان پدر و مادر، محبت در تار و پود این زندگی، حرمت یعنی به نوعی برابری و یکسانی همه است با هم، و هر وقت که ضرورت پیدا کرد مشورته، یعنی ما بر اساس گفتگو میرسیم به آنچه که نتیجه گیری است و آخر کار وقتی لازمه مدیریته. ولی این صفت و الگو معمولا در آدما به صورت نوعی نادیده گرفتن دیگران، به حریم و حقوق دیگران تجاوز کردن، خواسته های خود رو خواستن، یه مقدار بوی خودخواهی و خودمداری و خودمحوری و خودشیفتگی داره.
و اتفاقا صفت خوبی نیست، یعنی به گونه ای که شما بیانش کردید در حقیقت برمیگرده به نوع زندگی و خانواده ای که اساسش بر فرماندهی و فرمانبرداریه، یعنی اون چیزی که در طول تاریخ بوده. و در دنیای امروز همطور که من مثالی که همیشه میزنم و پاش محکم ایستادم، زندگی زناشویی مثل یه اتومبیلی است که دو تا چرخه، یه سمتش زنه، دو تا چرخ اونور دیگه‌اش مردی. اولا باید اندازه های یکی باشه و الا میتونن با مشکل روبرو بشن و چپ بشن، و دوم سرعت ها باید یکی باشه تا بتونن این اتومبیل رو پیش برن. و به همین دلیلی که جا برای هیچ کس دیگه هم نیست، چون چرخ دیگه ای رو این وسط نمیشه گذاشت. و در نتیجه خانواده هستی نیوکلیر فامیلی اساسش بر حرمت و اساسش بر مشورت و اساسش بر نوعی همکاری و یاری است، و در محیط همکار و یار جایی برای فرماندهی و فرمانبرداری که موضوع قدرت یا اقتدار یا هر چیزی که حول و حوش اون میگرده نیست. بنابراین این ملاک رو من یه ملاکی میبینم که بیشتر بر میگرده به یه زمینه ذهنی که یک کسی باید رئیس باشه، دوم یک کسی باید تصمیم گیرنده باشه، در مقابل این تصمیم گیری یک کسی مسئوله. پس بنابراین ما یه رول پسیو و منفعل رو در ارتباط با این آدم خواهیم داشت. حرف شما رو میفهمم که چرا این گونه بیان میکنید، هم به عنوان یک زن که ایدئالش میتونه یه نوع آدم پرقدرت مهربون باشه، که این اصلا با هم نمیخونه، چون به مجردی که قدرت وارد بشه عدالت و محبت از اون در بیرون میرن، دیگه جایی برای اونها نیست. و به همین جده است که مشکل جهان امروز مشکل قدرتی است که در اون نه انصاف و عدالته و نه مهربونی. حالا با توجه به این حرف ها، هر جور دلتون بخواد گفتگو رو ادامه بدید. خواهش میکنم. فکر میکنم شما اصطلاح بهتری استفاده کردین. من منظور من بیشتر همون مدیریت بود، یعنی که همونش که مثال زدین، مثال اتومبیل، من حس میکنم که مرد باید تو مثلا درایور سیت بشینه و زن کنارش، و چون بالاخره مردی قابلیت هایی داره که زن نداره. به خاطر نه اصلا همچی چیزی نیست عزیز، همچی چیزی نیست. یعنی پس حق داشتم که اون برداشت رو من داشته باشم، به چه مناسبت در درایور سیت بشینه؟ چرا؟ در چه زمینه؟ اولا شما نگاه کنید به مطالعات، مثلا در محیط خانه، برای که محیط پرورشی، زن به مراتب واقع بینانه تره، مسئول تره، احساسی تره، عاطفی تره، خود رو جای دیگران میتونه بگذاره، به خاطر مادریش اصلا یه اون در حقیقت emotional intelligence، اون هوش عاطفی بیشتری رو داره. اصلا شما بیاید 100 تا تصمیم خانواده رو به عهده فقط مردان یا زنان بذارید، اونی که مال زنانه واقع بینانتر، مسئولانه تر و همراه با یاری و همکاری نه تنها به درون حتی با بیرونه. خب شما بعضی نظام پدر سالار مرد سالاری دارید حرف میزنید و اینجا اتفاقا گیر و گرفتاری است. بعدم نوع درستون هم طور که اشاره کردید به نظر میرسه که تو محیط مردانه بودید و در نتیجه اونجا اون فاصله درصدی تعداد مرد و زن چه در دانشجویان چه استادان رو به عنوان درست و برابر میدونید. از همه اینا گذشته شما نگاه کنید به جوامعی که برابری زن و مرد رو به وجود آوردند، محیط خانواده و مدیریت خیلی راحتتر و سادهتر و آسودتره و از شرایط بهتری برخوردار. یعنی این برداشت شما یه برداشت کاملا میشه فهمید که برمیگرده به نظام چند زنی و برمیگرده به یه جامعه پدر سالار مرد سالار پدر تبار پدر بومی عزیز که روی. و بعدم شما اومدید یه تفکیک کاری قائل شدید که تفکیک کار نیست، مسئله رئیس و مرعوسه. یعنی یکی رئیس و یکی کارمنده، یکی مسئوله و تصمیم گیرنده است و دیگری یه نوعی پیروه و اون یکی رهبره. نه این ایده میتونه آدم ها بر این مبنا ازدواج کنن و این حرفی که شما میزنید اشکالی نداره. بسیاری از مردان هستن که اینو میخوان و بسیاری از زنان که همچی چیزی رو ترجیح میدن، میتونن متوجه بشن. به همجه هست که آدم ها تصمیم میدن چگونه ازدواج کنن، ولی ازدواج سالم و برابر که همراست با مسئولیت مشترک، اختیارات مشترک، این چیزی نیست که به عنوان یه جهت و هدفی که میخواییم به اون سمت بریم اون رو بپذیریم. هنوز همونطور که شما میگید یه مقدار زیادی مسئله
مسئولیت و به دنبال اون مسئله اختیار، چون اینها با هم در رابطه هستن، اختیار بیشتری داره یا قدرت بیشتری داره و در مقابلش مسئولیت داره. ولی از اونجا که این مسئولیت هیچ وقت به هیچ دادگاهی برده نمیشه و هیچ وقت یک مرد یا زنی نمیتونه همسرش رو محاکمه کنه یا بچه ها، نتیجتا مسئولیتی است که من میگم مسئول منم، ولی هیچ وقت در مقابل این مسئولیتم اگر اشتباه کردم و راه غلط رفتم مجازات نمیشم. درسته. الان من سوالی که دارم، اگه با هم مسئولیت رو تقسیم بندی بکنیم، الان میتونیم بگیم که مثلا کارهایی که شاید خشن تره، حالا خشن رو باید با توضیح آخه اون تقسیم کار عزیز، حرفتون آره درسته. آره دیگه تقسیم کار منظورم، یعنی من خب آخه تقسیم کار خیلی مسئله است. ببینید عزیز، تقسیم کار برخی از اوقات هست، ولی بعضی از اوقات بسال امیدوارم به کسی بر نخوره. شما تقسیم کار یه جراح رو دارید با پرستارش یا کارمندایی که بعدن میان اتاق جراحی رو نظافت میکنن. خب معلومه این کار، ولی اون کاری که اون کار ظریف دقیق از آن جراحه و به صرف و ببینید عزیز، اون چی که در طول تاریخ مسئله بوده همون حرفی است که شما میزنید، دیویژن اف لیبر، تقسیم کاره. اشکال کار این است که در طول تاریخ، اولا یا تو ماش عمر آدما به 40 سال نمیرسیده، یعنی مطالعاتی که امروز داریم میبینیم مثلا تا قرن 16 و 17 حتی در اروپا، یعنی آدما قبل از 40 سال میمردن، 95% آدما قبل از 40 سال مرده بودن. این داستان عمرای طولانی که از اون حرفای خنده‌دار بی‌معنی است، وارد اون بحث الان نمیخوام بشم چون اونها دقیقاً میدونیم که چه خبره. به همجاست که با وجودی که تعداد بچه ها بین 12 تا 14 تا حتی بچه بوده، جمعیت دنیا تو 700 سال دو برابر شده. یعنی معلوم بوده از هر 10 زن و یا 10 زن شوهری که 20 تا بچه می آوردن، 21 بچه می آوردن یا 100 تا بچه می آوردن 21ش می مونده، که سبب شده تو 700 سال دو برابر شده. جمعیت دنیا در قرن 20 هر 25 سال دو برابر شده. علت این بوده که بچه ها میموندن. بنابراین شما زنی رو تصور کنید که اولا طول عمرش 40 ساله، دوم تو این 40 سال 15 تا بچه میاره و از این 15 تا بچه 12 تاش حتما میمرده تو سنین کم، و در نتیجه در یه چنین دنیایی مرد میرفته دنیای خارج. حالا که میره خارج هم قوی تر میشه، هم داناتر میشه، هم تواناتر میشه، میاد. و بنابراین وقتی شما باز نگاه میکنین از نظر انتروپولوژی، مردم شناسی، 95% جوامع چند زنی بودن. یعنی مرد به دلیل قدرت مالیش و بدنیش که بدنش هم هست، زن رو به همسری میگرفته و میتونست چند تا زن داشته باشه. علتش هم روشنه که پول و درآمد مال اوست، قدرت مال اوست، بدن مال اوست. تازه یادتون باشه زن در حالی که گرفتار حاملگی در گذشته، که نمیسن چرا جلوگیری حاملگی رو بکنن، زن همینجور پشت سر هم حامل میشد. پس بنابراین زن حامله میشد، بعد حاملگی رو با سختی تو اون شرایط با اون همه نادانی و کمداری ادامه میدادند. بعد از اون بچه که میامده، شما میدونید که نوزاد انسانی ضعیفترین موجود چهارپایی است که تو این دنیاست، به طوری که اگر همه چیز براش فراهم کنید بذارید دور برش، حتما 40 سال بعد مرده. حیواناتی که بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه که از مادرشون متولد میشن، مثل فرض کنید اسب یا سگ، میرن دنبال زندگیشون، احتیاج ندارن که مادر و پدری کنارشون باشه، همینقدر که وسایل باشه برای اینکه زنده بمونن زنده میمونن. و در نتیجه مادر رو چسبونده به روی زمین. و به همجاست که حتی داستانهای عاشقانه ما ایرانیان چه گل و بلبله، یعنی مرد بلبلی است که سراغ این بلبل نر، سراغ بلبل ماده نمیره، میاد سراغ گل. چرا گل؟ برای که زن گله، برای که ریشش در زمین مانده و اونجا موندگار شده. ولی چرا داستان بین دوتا بلبل نیست؟ به خاطر اینکه نمادی که واقعا توضیح دهنده تاریخ انسانی هست، زنی است که به خاطر 10 تا 15 تا بچه تو خونه مونده، تازه مشکلات زنانش مثل پریودش هم داره که تازه تغییرات اساسی رو در اون زمانها به وجود میارده، اونم با کم آبی. مسئله نظافت مطرح بود، اصلا وارد این جزئیات نمیخوام بشم. شما دوباره برگشتید به یه تاریخ تقسیم کاری که مال 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، 7000 سال قبل، 15000 سال قبل، در حالی که در دنیای امروز 2%، حتی زیر 2% نیروی کار، نیروی بازو و بدنه. 98% کارا رو امروز ماشینا دارن میکنن، اخیراً که ربات اومده اون 2% هم احتمالاً به زودی میشه 1%. یعنی امروز توانایی اصلی که سبب شده مرد بر زن برتر باشه، که توانایی بدنی بوده، موسوم منتفی است. مردان دو برابر زنان میزان ماهیچه بدنشونه.
هیچ نیروی بدنی از این گفتگو رو ما این هفته هم تو برنامه جناب میبودی داشتیم. شما بیاید مسابقه بسکتبال و فوتبال بگذارید بین زنان و مردان، خب معلومه مردان برندن، بهترین زنان با بهترین مردان، متوسط زنان با متوسط مردان، علت اون بدن است. و شما در یه جامعه ای که نیروی بدنی از صحنه رفته بیرون و شما به عنوان یه پزشک، شما به عنوان یه دندان پزشک، شما به عنوان یه مهندس، شما به عنوان یه کارشناس در هر زمینه ای به راحتی در همون حد مردان هستید. و تازه مطالعات علمی نشون میده که به خاطر نوزاد که نه، جنین در 7 هفتگی که هورمون تستوسترون مردانه بهش میخوره، پسر بچه اونجا به هم میرزه و عقب میفته. تا 7 هفتگی پسر و دختر تو شکم مادر مساوی هن. از 7 هفتگی به بعد پسر عقب میفته و این عقب افتادگی تا آخر عمر ادامه داره. و شما حالا یه دفعه از راه رسیدید و یه خانم تحصیل کرده، باورتون به این است که نقش اینکه پشت فرمون زندگی کسی بشینه از آن مرده؟ مطمئنم که الان صدها تلفن به رادیو خواهد شد که آدرس های شما رو، شما تلفنتون رو بگیرن برای که مردانی که تشنه عرض کنم یاد. حالا اگر فکر میکنید میخوایم با هم حرف بزنیم در این باره یا هر چیزی دیگری که مورد نظرتون درباره، چون من در سیدی ازدواج خانواده 35 تا نکته رو برای آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر آوردم که البته هیچ کدومش از این چیزهایی نیست که شما فرمودید. حالا یا هر چیزی اگه دلتون میخواد گفتگو رو ادامه بدیم، صحبت رو ادامه بدیم. اگر فکر کنید حرفا رو با هم زدیم، کار کتک کاریمون به آخر رسید، من ازتون خداحافظی می‌کنم. هر جور میل شما. آقای دکتر، من سوالو می‌خواستم یه دور به خودم جهت بدم. خب آقای دکتر، بابت توضیحاتتون من حالا یه خورده می‌خوام جهتی بدم به حالا شرایط خودم. من فکر می‌کنم بیشتر همون حالت مدیریتی مد نظرم بود، ولی یه مقدار احساس می‌کنم بایس هم دارم و خود به خود به سمت مردایی که اقتدار دارن انگار کشش دارم. ولی خب چیزی که من تا الان به این سن تجربه کردم، کیسایی که داشتم اکثرا، حالا از این واژه استفاده میکنم که واضح بشه، یا خیلی اسکل بودن و وفادار، یا خیلی زرنگ و چیز بودن و در این حال بخشید هرزه بودن. 2-3 تا کیس هم داشتم که هر دو مورد رو با هم داشتم، ولی خب دیگه اونو جور نشد. الان من چجوری این معیار رو تو خودم، یعنی تو ذهنم جاستیفای کنم که موردهای بعدی رو اونجوری رد نکنن یا از دست خب نرن؟ خب آخه داستان این است که نوع سومی که در ذهن شماست از اون دوتا هم بدتر بودن، یعنی باز حداقل اون دوتا در یه زمینه هایی شما میتونستید بروزا، این یکی که بیاد همه حقوق شما رو ازتون میگیره. ببینید عزیز، اولا میدونید ما در جهت تجربیات شخصی به قاعده و قانون نمیرسیم، یعنی شما میتونید 7 تا تجربه آشنایی و دوستی داشته باشید، حتی 17 تا، و اصلا نشه ازش نتیجه گرفته به هیچ وجه. دومی که ویژگی روانی و شخصیتی شما از یه طرف، محیط و شرایطی که درش هستید یه گونه آدم های خاصی رو جلب و جذب شما میکنه، یا شما به سمت اونا کشیده و کشانده میشید. بنابراین بسیار مهمه که شما کجا زندگی کردید و میکنید، یا فرض کنید 29 سال قبلتون که در ایران بودید، این 6 سالی که در امریکا بودید، حتی ایالت های امریکا از این بابت متفاوته. یعنی میخوام به شما بگم اینکه دوربر ما چه خبره. مطلبی هم که شما بیان میکنید از نظر تاریخی و اجتماعی درسته، برای که در طول تاریخ این برتری مرد بر زن پذیرفته شده. اصلا نمیخوام اشاره کنم به ادیان، چون رو تایید کردن و بعدا با وضع قوانین و مقررات اصلا این تثبیت شده. یعنی مردان از زنان از یه مقدار حقوق محرومن و در یه مقدار حقوق هم سهم کمتری دارن، و اینو اصلا به صورت قاعده و قانون میشناسیم حتی در دنیای امروز. از طرف دیگه در ازدواج ها این مرد بوده که انتخاب میکرده و زن منتظر انتخاب شدن میبوده، و به همجاست اصلا یه چیزی مثل خواستگاری مطرحه. از طرف دیگه باز نگاه کنید به موضوع، به یه چیز دیگه توجه میکنید که معمولا سن مرد بیشتر از زن بوده و ضمناً توانایی های مرد حداقل در جامعه یا در بازار بیشتر از زن بوده. زنان تازه به محیط کار وارد شدن. شما حالا اروپا رو بذارید کنار، بسیار از این کشورها ورود زنان به محیط کار یک کار 50 ساله 100 ساله است. همه اینا دست به دست هم میده، اون نگاه شما رو نشون میده که ما داریم یه شرکت سهامی درست میکنیم که یه کسی سهام اصلی رو داره و تعیین کننده و تصمیم گیرنده است، دیگران رو با توجه به شرایط اون دور و بر نگه داشته، اونم در حالت عادی. وقتی حالت ها سخت و سنگین بشه، فرض بفرمایید تا
طلاق یا جدایی اتفاق بیفته، شما نگاه کنید به قوانین بسیاری از کشورها و یا قوانینی که در طول تاریخ حاکم بوده، زن نه تنها ثروتی نداره مگر چیزی که به گونه خاصی مربوط به خودش باشه، اونم جدا باشه، اونم در اختیار خودش نباشه، یه جای دیگه باشه، حتی حضانت فرزندانش رو نداره، حتی توان دیدن فرزندانش رو نداره اگر بخوان ازش بگیرن. خب اینا نشون دهنده اون اقتداری است که شما بهش اشاره میکنید. شما حرفتون این است که نه، من یه آدمی میخوام که اقتدار داشته باشه ولی مهربون باشه. خب اصلا چه ضرورتی داره ما همچین محیطی داشته باشیم؟ مثل اینکه ما محیط کار رو تبدیل کنیم به این محیط برتری بر دیگری. محیط کار از نظر سیستم هایرارکی استخدام سر جاشه، ولی امروز منی که میرم اینجا کار میکنم، من فقط حتی وقتم رو میفروشم، حتی به یک اعتبار از نظر علمی کارم رو نمیفروشم و از یه ذره برتر من خودم رو نمیفروشم، در حالی که در طول تاریخ مردم وقتی میرفتند یه جایی وقت رو نمیفروختن، خودشون هم با اون میفروختن. و این متاسفانه هنوز در زمینه ذهنی بسیاری از دوستان هست. بذارید یه حرفی رو بزنم، بسیاری از آدم‌ها وقتی پول میدن به کسی فکر کنن مالکش هم هستن. حالا اگه دکترشون گرفته چرا برن توی مغازه؟ برای که اصلا نوع برخوردا از نظر روانی رو نشون میده. حالا شما فکر کنید یه جامعه‌ای هم داشته باشید که همه این مزایا و امتیازات رو مرد داشته باشه. ضمناً حرف این است که مرد مسئولیت اداره زندگی رو داره. بعد نگاه کنید مهمترین مسئله ازدواج در طول تاریخ چه بوده؟ زن به مرحله از بلوغ برسه و یه ظاهر و زیبایی داشته باشه، این تنها مسئله زنه. مرد فقط باید بتونه اداره زندگی اقتصادی خانواده رو داشته باشه. بعد هم مثلا دلیل 5 تا دلیل اصلی که در طول تاریخ مردم ازدواج میکردن، دلیل اصلی و خارجیش اقتصادی بوده، مخصوصا اینکه هرچه زودتر پدر مادر که دختر داشتن با دخترها رو میفرستن بره برای که به قول معروف نونخوری داشتن، یه کسی پیدا بشه خرجشون رو بده. و ایناست که اصلا تمام سیستم و نظام ها رو به وجود آورده. یعنی آنچه که در طول تاریخ بر سر انسان آمده به خاطر نظام خانواده و مذهبی که دست به دست هم داده، و بدترین نوع استعمار و استثمار و سوء استفاده برتری مردان از زنانه. برای که شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید، جوامع مختلف، فرهنگ های متفاوت، کشورهای مختلف هم بالا دست بودن هم زیر دست. شما اصلا جنگ ها رو نگاه کنید، یه روز این بالا بود، ولی تنها جایی که همیشه این پایین بودن بوده از آن زنانه. و این وضعیت به تدریج اوضاع رو بدتر کرده. اما همینقدر که ما از دنیایی در اومدیم که ماجرای قدرت بدنی نیست، ماجرای زور نیست، ماجرای حمله و تجاوز نیست و ماجرای فرض کنید علم یا هنر یا فلسفه است، خانم‌ها خودشون رو با سرعت رسوندن و به جایی رسیدن که الان در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه در دو بخش آموزشی و بهداشت، یعنی دو تا موضوع اصلی، اونجا که انسان رو می‌سازه و اونجا که سلامتی انسان رو تضمین می‌کنه، زنان غالبن. و بعدم تو محیط خانه شما بعد از اینکه حقوقتون رو گرفتید تا آمدید، چه مرد و چه زن، آن چیزی که در خانه میگذره اگر اون رو از صحنه خارج کنیم، این روابط زنان توانایی بیشتری برای حفظش، نظمش، انضباطش و مدیریتش دارن تا مسائل دیگه. تازه اینا برمیگرده به کدام جامعه هستیم، چگونه با موضوع برخورد کردیم و میکنیم. به همین جهت که ملاک هایی که شما وقتی به من میفرمایید تکلیف روشنه، شما وقتی به من میفرمایید که فرد مناسب کم پیدا میشه، مثلا این مشکلی است که همه تحصیل کرده ها دارن. برای اینکه باز وارد بحث جامعه شناسی نمیخوام بشم که در طول تاریخ ببینید، ما معمولا از نظر جامعه شناسی میگیم جامعه رو 5 طبقه میکنیم: طبقه بالا، طبقه متوسط رو به بالا، طبقه متوسط، طبقه متوسط رو به پایین و طبقه پایین. شما وقتی به تاریخ نگاه میکنید میبینید همیشه دختران خواستن که با کسی ازدواج کنند که از طبقه خودشون یه طبقه بالاتر باشه. بنابراین طبقه 5 خانم‌ها اون پایینه رفته با 4 و دونه دونه اومدن پایین. همیشه در تمام جامعه 2 تا مشکل بوده: دختران طبقه بالا بی شوهر مونده و مردان طبقه پایین بی زن. و اصلا از همین جاست که از نظر تئوری ماجرای روسپیگری و پراستیتوشن به وجود آمده.
یعنی این همین عدم تعادلی که یه گروهی به دلیل جایگاه اجتماعی دچار اشکال میشن. حالا ما امروز مالیم در یه دنیایی که حرف این است که تو که مال فرض کنید لایه یا طبقه دو یا چهار هستی با طبقه دو و چهارت باید در ارتباط باشی. اینجاست که زنان تحصیل کرده در رده های بالا بی شوهر ماندن، برای که دختران رده پایین شوهران مناسب اونها رو گرفتن. امیدوارم به کسی بر نخوره، به شما مطمئنم. فرض کنید یه مرد 35 ساله تحصیل کرده که دکترا داره مانند شما، چه کرده؟ دو سال قبل با یه دختر 18 ساله ازدواج کرده. حالا آقای دکتر اینو شما بفهم، دختری که حتی دانشگاه هنوز نرفته. این یه واقعیته و اینجاست که ما مشکل روبرو شدیم و شما دوربر خودتون اونقدر آدم نمیبینید. ولی راه حلش این نیست که شما به من بگید تعداد کمه، درصدا کمه. میگم کاملا حق با شماست، اصلا ماجرای این تحصیلات یه گرفتاری. ولی اینکه حالا من برم دنبال یک آدم خاصی، اون که اوضاع رو بدتر میکنه. بفرمایید. درسته، من حالا اینو شما این مثالی زدین، حالا درسته، خب بقول شما اینو از پسرها تمایدا این طبقه پایین‌تر برن، خب کیسه واسه ما کم میشه. ولی من مثلا با یه آقای در ارتباط بودم، ایشون یه سال از من کوچیک‌تر بود و شاید مثلا حدود 11 سال خارج از کشور زندگی کرده بود و به من میگفت که من باید هر روز با مادرم صحبت بکنم. حالا از نظر من این ایراد نداشت، ولی نه اپن داره برای که ببینید عزیز، وقتی شما با یه نصب کنید جز اون 15 تا ملاک من، بعد از مرحله بلوغ میدونی دومیش چیه؟ استقلاله و همبستگیه. میدونی مفهوم استقلال همبستگی چی؟ یعنی وارد کلاس هشتم رابطه شده باشم. متاسفانه وقت ندارم. یعنی از همزیستی که مال تولده، به یک سالگی که چسبندگی و دوختگیه، به سه سالگی که اعتیاده، به پنج سالگی که عادته، به هشت سالگی که وابسته است، به دوازده سالگی که رهایی و جدایی و رهایی هست، به 18 سالگی که استقلاله و 22 سالگی که همبستگی اینتردیپندنسی باید برسن. کسی که هر روز با تو مرحله عادت و اعتیاد با مادرشه، اصلا اهل نه عشق نه ازدواج. اگر ضرورتی داشت، سوالی دیگه هم بود که خواستم بگم که دیگه شما الان بس دیگه. یعنی میخوام خیلی متاسفم که وقتم به آخر رسیده، ولی میخوام خدمتتون بگم که موضوع مسئله جدی است. مسائل شخصی شما یه مسئله است، اینکه در کجا قرار گرفتید معلومه، یه موضوع موزل بسیار بزرگی است. این موزل رو شما نه تنها در جهت یافتن همسر دارید، در جهت بعدن داشتن فرزند دارید. یعنی برای اینکه این ماجرای فرزند در میانه زندگی، شاید البته من فکر کنم گفتگو تموم شد، شاید در گفتگویی که شاید هفته آینده اگر چه قرار راجب چیز دیگه صحبت کنیم این مسائل مطرح بشه. الان بزرگترین مشکل ما همین عزیز، یعنی شما درست در وقتی که همه درساتون و کاراتون کردید با ازدواجتون، درستش اینه که برای مدت 4 5 سال از بازار و صحنه علم برید کنار که بتونید دو تا بچه سالم داشته باشید، تازه نه بیشتر از دو تا، و این خودش اصلا یک نوع شکستگی در کل سیستم و مثلا مسیر رو وجود میاره، و تا زمانی که براش راه حلی پیدا نکنند ما این گیر و گرفتاری رو متاسفانه داریم. اینی که شما اگر به من بفرمایید که هزار بار اینو همینجوری عرض نمی کنم، ما هزار بار من از جانب دوستان، نه تنها رو خط رادیو، نه تو کلاس ها، تو کنفرانس ها، تو سمینار ها، از مخصوصا از جانب خانم ها، اونم خانم های تحصیل کرده که در جهت یافتن همسر مناسب و بعدن داشتن فرزند سالم این وسط ها گیر کردن. یعنی اصلا تبدیل شده به یک کار سنگین برنامه ریزی شده که ازش توش محاسبات درست صورت نگیره، بسیاری اشکالات و گرفتاری ها رو به وجود میاره که اصلا هیچ کنم از افراد آمادگی برای مقابله باش رو به اون شکل و فرم ندارن. بنابراین مسئله پیچه. اگه دلتون خواست، متاسفم چون باید خداحافظی کنم، یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، و اگر فرصتی کردید لطفاً دو تا سیدی چرا ازدواج چرا طلاق که 8 ساعته و یکی 50 باید و نباید در زندگی زناشویی رو حتماً بشنوید. من فکر کنم اون یه مقداری کمک میکنه که نگاه و نظر من رو بدونید، و در جهت عشق هم همینطور به اون ازدواج خانواده هم بهش اشاره کردم. برای خواستید یه وقت دیگه بیاد، حالا چه در مورد خودتون چه در مورد یه نگاه عمومی به این مسئله که مشکل یه ای بسا 70-80 درصد تحصیل کرده های ما هست، یکی این با هم گفتگو داشت باشیم. برای خوش آشنام با تو خواهش میکنم این سیستم درست کنید به جوانه مملکت کمک کنی خارج از کشور. الان بنده شما که امروز به خودتون کمک کردید دیگه، الان دنبالتون راه میافتن دیگه، ای سناتون رو تشریفتن تلفن شما بالاخره به هدفتون رسید. برای خوش آشنام با تو تمنام متشکرم.